الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فَاعُوذُ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقذة والمتردية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وَمَا زُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فِسْأَلِكُمْ فِسْقُ صدق الله العظيم خدمت همية شما بنوندگان عزيز عزیز عزيز و برادر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باس هم بتوفيق الله تبارك وتعالى در سلسلة آنچه که هر مسلمان باید بداند قرار تاري. یکی دیگر از جمله واجه های بسیار مهمی که همه ما با اون آشنایی داریم چه خوب است که معنا مفهوم و حقیقتش رو هم بدانیم و هر مسلمان باید بداند قضیه حرام چیست حرام این را باید ما بدانیم در تعریف حرام انواع حرام حکم حرام باید بدانیم که چیست حرام عبارت از آن چیزی است که الله تبارک و تعالی در کتاب مقدس خیش انسانها را از انجام آن، از خوردن آن، از پوشیدن آن، از فعل کردن آن کاملا ممنوع قرار داد انسان انسانها را منع کرده اینه میگن حرام یعنی کاملا الله تبارک و تعالی دلیل را به ما حرام قرار داده چی حرام خوردنی باشد چی پوشیدنی باشد چی گفتنی باشد چی دیدنی باشد منوای مختلف تقسیم می‌شود. یعنی حرام عبارت است از آن چیزی است که الله تبارک به تعالی یا از انجامش یا از خوردنش یا از پوشیدنش یا از فیل کردنش یا از نگاه کردنش کاملا ما را ممنوع قرار داده این میگن حرام حکم حرام چیست؟ کاملا برعکس حکم فرض است اگر دقت بکنید کسی که حرام را انجام میدهد مستحق عذاب الهی میشود و مرتکب جرم جنایت و گناه و معصیت شده است و کسی که اون را ترک میکند از خاطر الله تبارک و تعالی کاملا اجر و مزد و پاداش میگیرد از جانب الله تبارک در قضیه فرض در درس که ما گذشته گفتیم به شما در انجام فرض اجر و مزد و پاداش بود و در ترک فرض جزا و عقاب و عطاب بود در اینجا در انجام حرام جزاست سزاست عذاب است و در ترک حرام اجر و مزد و پاداش و نجات از عذاب الهی است انواع حرام حرام به نوعای گوناگون تقسیم می شود یکی خواه نوعی از حرام هاست که الله تبارک و تعالی در قرآن صریحا به ما بیان کرد حرمت علیکم المیتة و و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقة و حرام شد بر شما گوشت خود مرده خون سربور گوشت خنزیر و او چیزی که به نام غیر الله ذبح می شود و بقیه بعض مسائل دیگری مثل شراب که بر ما حرام است بر هر مسلمان این یک نوعی از حرام هاست که الله تبارک و تعالی میگه بر شما حرام است یعنی نوعی از انواع حرام که در خوردنی ها محسوب می شود چیزی که مردم میخورن. خورن بیاد نوعی دیگرش عبارت است از غصب زمین مردم خوردن حق مردم مال مردم حق فقیر و یتیم و مستضعف و مسکین و, و بیچار اینم حرام است اصلا باید خودداری بکن نوعی دیگری از انواع حرام حرام در گفتار وديدي إنسان هست انسان اين حرام الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم و لكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن بگوي پیغمبر اي, اي رحمت للعالمين براي مردان مؤمن و زنان مؤمن چشمانشان را پایین بيندازن از نگاه به محرمان اينجا كردن در باز نگاه هم انسان مرتكب حرام مي‌شه حرام در گفتار غيبات تهمات دروغ نمامي سخنچيني توهین تحقیر تمسخر دیگران این هم حرام است حرام محسوب میشه شود متاسفانه وقت ما واژه حرام رو بشنویم فورا فکر هر مسلمان طرف منسود و رشوت و خوردن حق دیگران یا گوشت خنزیر یا خو یا شراب به اون طرف میره در حالی که حرام در گفتار حرام در دید انسان حتی حرام در شنیدن از چیزهایی که اسلام انسان را شنیدن اون من منع کرده از دیدن اون من منع کرده اینم حرام محسوب میشه حرام در گفتار آنچه که الله جل و جلاله و انسان را من کرده که عبارت از از دروغ است تهمت است غیبت است سخنچینی است تمسخر است استهزاء و توهین و تحقیر دیگران هست اینها هم نوعی از انواع حرام محسوب می شوند و همچنان حرام در نوشیدنی ها بسیار چیز هاست که امروز مردم از اون استفاده می کنند در حالی که حرام است پیامبر محبوب ما صلی الله علیه و سلم خبر داد زمان و یاتی علی امتی یشربون الخمر یسمونها بغیر اسمها چقدر زیبا عجیب فکر میکرده که امروز رو میدیده پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم زمان بر این امت میاد که ها شراب می نوشن نامش را تغییر میدن یسمونها بغیر اسم نام میذارن اون را به غیر از اسمی اصلیش که امروز شما میبینید در بازار هزارها نوع نوشیدنی وارد بازار شده و بسا جوانان عزیز ما هستند بعضی میگن در ده فیصد و پنج فیصد و یک فیصد. نیم فیصد هم اگر باشه خوردنش جواز ندارد حرام است نوشیدنی های حرام حرام در پوشیدنی ها هم نوعی از حرام محسوب میشون بعضی پوشیدنی های برای مردان درست است برای مرد پوشیدن لباس زن حرام است برعکس برای زنان پوشیدن لباس مردان حرام است طلا زینتی زن است برای مرد حرام است بلکه امروز ما جوانان داریم که انگشتر طلا در دستش یا یک حلقه طلایی در گردن دارن در حالی که حرام است استفاده کردن لباس فخر حرام در ازدواج بعضی مسائل در ازدواج هم حرام است ازدواج با محارم خواهر و مادر و خاله و عمه و بیادرزاده و زاده و خوهرهای خوهر رضایی ازدواج با اینها حرام است پس افراد نادان و ناگفته و ناخبر و ناشونیده شاید مرتکب که این قضایی ها میشن بنابراین عزیزان من این بود یکی دیگر از قسمت های درس که خدمت شما تقدیم شد معرفی با انواع حرام، حکم حرام، واجه حرام، حرام چیست تا برنامه بعد که در خدمت شما قرار میگیریم همه شما را به الله پاک و بینیاز میسپاریم السلام علیکم و رحمت الله تعالی